این سری خروجی ها رو ببینیم با هم دیگه. ببینید همونجور که عرض کردم MD5 128 بیتی بود، خروجیش بند شده، شاه صفر و شاه یک حالا شاه وان بند شده از 2014. حالا بعضی جا هنوز استفاده میشه، 60 بیتی هم هست خروجی. بقیه که فعلا حالا روشون مشکلی نیست، شاه 256 384 512 و شاه 3. حالا به چه دردی میخوره اگه جایی میخوایم از هشینگ استفاده بکنیم؟ دوستان از این به پایین استفاده نکنید هیچ جا. کاربرد رمزنگاری اگه داره براتون، هر جور رمزنگاری، من میخوام بگم کاربرد امنیتیه، این اگه حساسه میخواید تضمین بکنید که چیزی دستکاری نمیشه، اصالت چیزی نقض نمیشه، محرمانگی اتفاق نمیفته، از این پوینت استفاده کنید. یعنی جای شاوانی و یا MD5 یا چیزای شبیه به اون استفاده نکنید چون ناامنه، واقعا سری کرک میشه. حالا خودتون میتونید یه هش MD5 رو بیاید تو اینترنت از طریق این سرورهای کرکر پیدا بکنید، صرف چند دقیقه براتون میشکنن MD5. یعنی بهتون میگن این رشته ورودی بوده. این HMAC فرستنده مسیج رو میده به یه تابع MAC، کلید هم داره که محرمانه است و خودش داره، مثلا از طریق کیستور تولید شده، یعنی کلید داخل کیستور ذخیره میشه روی گوشی، یه مک تولید میکنه، اون مک رو همراه با مسیج میفرسته، اون مثلا بک اند به عنوان مثال، حالا هر چیزی میتونه باشه، اون که میگم هر چیزی ممکنه بک اند نباشه. ما یه بحثی داریم تو این یکی دو سال اخیر خیلی پررنگ شده، بحث اند تو اند انکریپشن کجا خیلی کاربردی بوده، خیلی هم دعوا سرش زیاد بود و همیشه گفتن این مسنجرهای داخلی مثلا یه سری ملاحظات رو رعایت نکردن، تلگرام یا مثلا سیگنال یا واتساپ دار. نمیدونم کسی از دوستان تا حالا نشسته این موضوع رو ریورس بکنه ببینه چجوری اینا کار میکنن. این اند تو اند انکریپشن معنیش اینه، من اگه با شما در حال مثلا سیکرت چت هستم، خود سرور تلگرام نباید بتونه بازش کنه. این خیلی با اون مفهوم سنتی که ما در مورد کارکرد اپلیکیشن سراغ داریم سنخیتی نداره، چون اونجا معمولا سرور یه میدلمنه که ترافیکو میگیره میفرسته دیگه، درسته؟ چون این دو تا گوشی که هم دیگه مستقیم نمیبینن، مجبورن سرور رل کنن دیگه، پوینت تو پوینت که نیست ارتباط. چجوری باز ممکنه یکی که اون وسط نشسته خودش این اپلیکیشن رو نوشته الگوریتمی وجود داشته باشه که این اند تو اند انکریپشن اینجوری پیاده سازی بکنه که این وسطی هم حتی نتونه؟ واتساپ اینو به صورت دیفالت داره. میدونید که واتساپ از چی استفاده میکنه؟ از سیگنال. حالا پیشنهاد میکنم یه مراجعه بکنید سیگنال پروتو، توی گیت هاب سورس کاملش رو اندروید آی او اس و بک اندش رو گذاشته. سیگنال حالا مسنجر خیلی معروفی تو ایران نیست، خیلی ازش استفاده نمیکنه، ولی به لحاظ فنی خیلی محصول قویه. خود واتساپ، فیسبوک و هنگوت گوگل و ابزار اینجوری از همین پروتکل پیاده سازی سیگنال استفاده میکنن. منتها چیز تلگرام چیز خوش رو داره، همین امتی پروتو که معروف هست، که در واقع اسلام بهش میگن رچت الگوریتم، یه الگوریتم رمزنگاری اند تو اند هست. حالا میخوام بگم اونجا هم به خاطر اینکه این مسیج بدون دستکاری نمیشه، مثلا دیدید که ما الان تو ایران تقریبا همچین کاربرد نداریم داخل مسنجر پرداختی انجام بشه، به غیر از یه مسنجر که حالا نمیدونم چقدر من محبوبه، ولی تو چین حجم وحشتناکی رو همین ویچت داره انجام میشه، خیلی وحشتناک. یعنی ترنووری که اینا در سال دارن نزدیک فکر کنم 15 تریلیون دلار بوده روی پرداخت موبایل. این چیز خیلی وحشتناک است. از همین اچ‌مک استفاده میشه توش، برای اینکه این اینتگریتی مسیج چین تبادل تضمین بشه، یعنی این پوله که داره میره دستکاری نشه. در ضمن این بحثای بلاکچین و اینا خب تو این سالا خیلی چیز شده، ولی من راستش کمتر میبینم در مورد اون لایه‌های زیرینش صحبت بشه. بلاکچین یه سیستم رمزنگاری چندان چیز جدیدی هم نیست، کاربرد مالیش خیلی جدیده، بیسش هم همین الگوریتمایی که اینجا میگیم، بالاخص الکتریک کیف بلاکچین. یعنی مطالعه بفرمایید میبینید که بیسش از همین الگوریتم هست. بنابراین اگه من بخوام یه اپلیکیشن بلاکچین چیز کنم، ممکنه بدم از یه لایبرری استفاده بکنم، ولی اینو باید در نظر داشته باشم که بلاکچین برخلاف اون دیدگاه‌های اولیه که میگفتن اصلا کلا آسیب ناپذیره و کاملا امنه، اینجوری نیست. الان از گوشی کنار میبینید که پیاده سازی های غلط، سهل انگاری تو توسعه این سیستما، مدیریت کلیدی ضعیف یا باعث شده که اطلاعات از بین بره یا نشتی پیدا بکنه و به سرقت بره و خیلی چیزهای دیگه، یا مثلا تراکنش جلی به وجود بیاد. سیمتریک الگوریتم این اسکیم کلیش، یه کلید اشتراکی است که هم کلاینت داره هم سرور داره، یا بهتر بگیم پارتی 1 و پارتی 2 جفتشون دارن اینو. حالا هر جوری هست، یا رو حافظه دادن یا رو جای ذخیره میکنن، موقع لازمه ازش استفاده میکنن، دیتا رو باز یا بسته میکنن، انکریپت و دیکریپت میکنن، گیرنده هم باز به همین ترتیب، یعنی یک کلید بیشتر است. RC4 دز ارز کردم، آنسیف، تو فیش، تریپل دز و AES الگوریتم امنه.
ببین ما الان توصیه واقعیتش توصیه اینه اگه جایی شما سیمتریک انکریپشن نیاز دارین از AES استفاده بکنید، طول سرویس 8 بیتیش برای اکثر کاربردها کافی است. 192ش اصلا استفاده نمی‌کنن، 256 بیتیش هم اتلاف منابع، چون هرچی طول کلید بیشتر توان پردازشی بیشتر، یعنی روی گوشی با این منابع محدود طبیعتاً خب شما فشار بیشتر میارین و اصلا ضرورتی نداره. یه تفاوتی هم هست، خب چون در مورد کاربردها می‌خوایم صحبت بکنیم، اینه ببین یه الگوریتم مثلا سیمتریک یه بخش از داده رو رمزنگاری میکنه، مثلا فرض بکنید وقتی میگیم طول کلیدش مثلا 128 بیته، 128 بیت دیتا رو میتونه انکریپت کنه یا دیکریپت کنه. اگه ما بخوایم یه اپلیکیشن مثلا موبایل درست بکنیم که از طریق سرور داره استریم میگیره، مثلا ویدیو یا آدیو، بعد میخوایم از این محتوا محافظت کنیم، مثلا یه جور رمزنگاری داشته باشیم، بعد به اسای این چی میگه اصلا کپی رایت و این دور داستانا که ازش محتوای کسی این وسط نتونه مثلا استریمو آفلود کنه، کارای اینجوری انجام بده، کدوم الگوریتم مناسبن کدوم نامناسبن، اصلا این ترکیب چجوری یه داده خیلی بزرگ مثلا یه فایل چند گیگابایتی رو میشه رمزنگاری کرد. اینجا اون تفاوت انتخاب است. ما دو نوع در واقع الگوریتم سیمتریک داریم، بلاک سایفرا که داده ها رو به صورت بلاک به بلاک انکریپت میکنن یا دیکریپت میکنن، و یکم استریم سایفرا هست. بلاک سایفر، حالا تفاوتش با استریم سایفر اینه، اگر شما طول داده‌ای که دارید مشخصه، مثلا میگین من همیشه یه بلاک داده‌ای مثلا 2 کیلوبایتی رو میفرستم میگیرم، طول داده مشخص و میگید که طول داده خیلی بزرگم نیست یا میتونه بزرگ باشه ولی کاملا سایز مشخصی داره، اونجا بلاک سایفر سرعت خیلی خوبی داره. بلاک سایفر یعنی چی؟ میدونیم AES یا تریپل دز الگوریتم سیمتریک مود عملیاتی داره، یعنی یه الگوریتم واحد نیست، پیاده سازی های مختلفی ازش وجود داره. حالا تفاوتش توی اسلاید بعدی من خدمتتون میگم، ولی اینجا مثلا توی اسلاید اشاره شد تریپل دز و AES جفتشون مود ECB و CBC دارن. اگه ملاحظه بفرمایید داخل خود کیستور اندروید یا توی بانسی کسل میبینید که زده چه مودی، مثلا مود اولیه ECBه، یکی یه مود ناامنه، مود بعدی CBCه، یه مود زنجیره‌ایه که نسبتاً امن‌تره، مودای دیگه هم هست، 6 7 تا مود حداقل داره. این پس زمانی که طول داده مشخصه، حالا کوچیک یا بزرگ، بلاک سایفر. اگر نه شما استریم رو می‌خواید چیز بکنید، یه سایز داده‌ها خیلی متنوعه، بلاک سایفر از نظر پرفورمنسی خیلی بدن. چون بیت به بیت دیتا رو انکریپت نمی‌کنن، مجبورن به صورت بلاک چانک بکنن داده رو، خرد کنن هر بلاک رو. این توی استریم واقعاً پرفورمنس افتضاحی داره. بنابراین به درد استریمینگ نمی‌خواد. اونجاست که استریم سایفر است. استریم سایفر قدیمی و معروف RC4 بوده که ناامنه. منتهی استریم سایفر خیلی قوی داری که هم استریم سایفر هم بلاک سایفر، اونم AES GCM که خیلی قویه و حالا بیشتر در موردش بعدا صحبت می‌کنیم. حالا این بستگی داره که مثلا شما از اون API که استفاده می‌کنین ساپورت میشه این مود یا نه. تو ورژن پایین که اصلا از 6 به پایین که اصلا کلا هیچ سیمتریکی تو اندروید کی استور پشتیبانی نمیشه، بعد از ترد پارتی استفاده بکنید. این تفاوت رو ببینید دوستان. ECB یا الکترونیک کد بوک اون موده، من اگه یه داده‌ای دارم فرض بفهمید مثلا 1 کیلوبایت میخوام با بلاک سایز 128 بیتی انکریپتش بکنم، میشه 8 بلاک، به 8 بلاک 128 بیتی خروجش میکنم، هر بلاک رو به صورت جداگانه انکریپت میکنم. تو مقصدم باز همینجوریه دیگه، باز خروجش میکنم هر بلاک 128 بیتی رو دیکریپت میکنم. اون کلید ورودی پلین تکست و سایفر تکست، یعنی یه تابع کاملا مشخصی، درسته؟ این میشه ECB. اما ECB لابش امنی نیست. لطفاً این خروجی رو ببینید. اگر این دیتای اولیه باشه این عکس، وقتی شما داده رو با ECB انکریپت بکنید تقریبا یه چیز اینجوری میشه. این یه چیز سمانتیکه، حالا دقیقاً شاید اینجوری نمیشه ولی فرض بکنیم. میخوام بگم کانفیدنشیالیتی محرمانگی جان مشخص این عکسو نمیبینید، ببخشید. این عکس حالا توی ویکی‌پدیا اینا هستش دیگه، اگر سرچ بفرمایید اونجا قشنگ عکسش آورده. ببینید این پترن کلی رو قشنگ می‌بینید. حالا درست من دقیقاً دیتای اولیه رو نمی‌فهمم ولی یک بخشی یه پترنی از دیتا رو، و این بهم میگن نشتی اطلاعات. این نشتی ضد اون اصول اولیه رمزنگاریه. به خاطر همینه که از مود ECB استفاده نباید بکنیم. حالا کجا بفهمیم این ECB چی؟ اگر از سیمتریکا استفاده کرده باشین دیدید که یه چیزی به نام اینیشیال وکتور داره یا IV. مودی مثل ECB چیزی به نام اینیشیال وکتور نداره. اینیشیال وکتور حالا چیه؟
این دلیل این که میبینید که این دیتا کاملا این ابسکیوریتیش ایجاد نشه یا در واقع کانفیدنشیالیتیش حفظ نشده اینه که هر مثلا پیکسلی فرض کنید یه بلاک باشه جدا رمزنگاری میشه، این دیتا ها با هم دیگه هیچ بهمکنشی ندارن. ولی تو مودی که مثلا مثل CBCه هر بلاکی یه خروجی ازش به بلاک بعدی میره و عملگر XOR رو میبینید اینجا روش اعمال میشه، این باعث میشه که این دیتا ترانسپرنسی کمتر ایجاد میکنه و امتره. به خاطر همین خروجیشو اگر ببینید این میشه، این مود CBCه. یعنی از این دیتا شما نمیتونید به این برسید ولی تقریبا از این میشه فهمید دیتا چیه. به خاطر این مود ECB مطلقاً توصیه نمیشه تو رمزنگاری. مود CBC هم تا چند سال پیش امن بود. منتها یه سری حملاتی مثل اوراکل پدینگ و اینا اتفاق افتاد که باعث شد این خودش هم نشتی داشته باشه و بعد اومدن گفتن مودای دیگه برید یا روی CBC یه کاری انجام بدید. حالا اون کار چیه؟ اینیشیال وکتور اول از بکنن. اگه دقت بفهمید خروجی هر بلاک میره به ورودی بلاک بعدی. XOR میشه یه خروجی میده و همینجوری بلاک میده. منتها نکته اینجا هست اون بلاک اولیه که بلاک قبلی نداره. بعد اینکه همین وضعیت رو داشته باشیم یک چیزی داریم به نام IV یا اینیشیال وکتور که به ورودی بلاک اول در واقع وارد میشه. خود IV چیه؟ یه چیزی شبیه به کلید رمزنگاریه، باید تصادفی هم باشه ولی به اندازه کلید رمزنگاری محرمانه نیست. یعنی تو بعضی از سیستما مجبورن اینیشیال وکتور رو برای طرف مقابل بفرستن. عملا شما تو مود CBC مجبور هستین طرف مقابلتون بهشون بگید که IV چیه، یا به اشتباه میان از یه IV ثابت استفاده میکنن. مثلا یه رشته 128 بیتیه همش یکه، اون طرف ها میدونه دیگه یکه. این ریسک امنیتی ایجاد میکنه. IV مثل کلید باید رندوم باشه نه باید ثابت باشه. این IV حالا اون ریسک امنیتی چیه دوستان؟ ببینید ما همیشه که دیتا هامون روند نیست. یعنی چی؟ مثلا اگه طول این بلاک 128 بیته، داده ما که لزوماً مذهبی از 128 بیت نیست، چه اتفاقی میفته؟ این بلاک آخری معمولا ممکن تهش یکم خالی بمونه اگه این تقسیم پذیر نباشه. برای اینکه این داده خالی شده منجر به نشت اطلاعات نشه، یه چیزی به این بلاک‌های آخر اضافه می‌کنن. بهش چی میگن؟ تو درمزنگ میگن پدینگ. میگن پدینگ. اون پدینگی که صحبت میشه اینه. این به خاطر اینکه رد گم بکنه. یعنی زمانی که دیتا ارسال میشه اون مهاجمه داره ترافیک درمزنگاری شده شنود میکنه، متوجه میشه همه بلاک‌ها همسایزن. از این طریق در واقع طول کلید و ساختار داده رو تتس نمیتونه بزنه. منتها همه پدینگ ها امن نبودن. این CBC هم مشکل امنیتی که داشت این بود. ببینید ما پدینگ ها رو توی حالا نگاه کنید توی رمزنگاری مثلا به اسم PKCS میشناسن. مثلا PKCS 1، PKCS 1.5، PKCS 7، 5، 8، 12، 13، هر تر چیزی چیز. این اگه شما حتما این کار کردید دیگه، مثلا یه پابلیک کی تا حالا گذاشتین داخل کدتون هارد کد کنید نه؟ اون مودی، اون فرمتی که دیتا رو باید بذارید PKCS 8ه. یعنی وقتی یه پابلیکی سرور به شما داد گفت بذارین تو اپ پین کنیدش، باید به فرمت PKCS 8 بهتون بده وگرنه اکسپشن میخورید. این مودی که حالا توی سیمتریکا استفاده میشده قبلا PKCS 5 بوده. این با CBC ناامن بود. توصیه که شد چیه؟ CBC اگر استفاده میکنید حتما پدینگ استفاده بکنید. پدینگ هم که استفاده میکنید حتما PKCS 7 باشه. اینا کجا مشخص میشه؟ همونجوری که تو کیسو میخواین یه کلید تولید کنید، میگید برای من یه AES تو مود فلان با مثلا پدینگ فلان تولید کن. دقیقاً همین کارو براتون انجام میدم. یعنی همه عملیات رمزنگاریتون به این ترتیب منیج میشه. تو رمزنگاری نامتعال نامجو که عرض کردم ما یه عدد خیلی بزرگ داریم، ازش یه کلید خصوصی مشتق میشه. از اون کلید خصوصیه یه کلید عمومی باز استخراج میشه. در واقع ما همیشه اول به پرایویت کی میرسیم، بعد از اون پرایویت کی پابلیک کی تولید میشه. من ببخش چرا وقت دارم شما؟ مثلا هستش یه استراحتی که دوباره برگرد.